همراه هستیم با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان از شیکاگو. خانم بنی هاشمی، بسیاری از کسانی که امروز شاهد به اصطلاح شکل‌گیری تجمع اعتراضی در مراسم 40مشون هستیم، شاهد بودیم که حکومت اجازه دفن کردن اونها رو هم به خانواده هاشون نداد، ولی الان مراسم 40م تک تک اونها داره تبدیل به یک رویداد اعتراضی میشه. سلام به شما و تمام بینندگانتون. ببینین، من دلم میخواد این مسئله رو فقط در از زاویه اتفاقات امروز ایران و اعتراضاتی که داره در ایران شکل میگیره نگاه نکنیم. ببینید، این ترومای نسلیه که ترومای نسلهای بعد از انقلابه که در واقع اینو به ما تحمیل کرده جمهوری اسلامی و همینطور از نسلی به نسل دیگر هم ادامه داره. اگر نگاه بکنیم به مسائلی که اعدامهای دهه 60، خیلی از خانواده‌ها در همون زمان به یادشون هست و هنوز هم به یاد دارن که همون زمان هم با مشکلاتی در روبرو بودن برای دفن کسی که به اصطلاح در زندان اعدام شده بود. یعنی این الان نزدیک 4 دهه هست که مسئله جمهوری اسلامی و رژیم و سرکوبگرانش مسئله دارن با پیکر متوفایی که بر ضد اونها حرکتی انجام داده. بنابراین الان هم که نگاه میکنیم میبینیم که خانواده ها که بالاخره عزیزی رو از دست دادن، تحت چه شرایط روحی بدی قرار دارن، حالا به جای اینکه به اصطلاح فرصت اینو داشته باشن که حداقل بتونن با عزیزشون وداع کنن، در این شرایط باید همچنان نگران مسئله خاکسپاری و دستگیری ها و دعوا و در صحنه هایی که خودتون نشون دادید به اصطلاح حتی صدای شلیک گلوله های شنیده میشد که مردم سراسیمه فرار میکردن. خب این حتی ید طولایی داره جمهوری اسلامی در این موضوع. به اصطلاح خیلی ها هستن که به خاطر دادن که حتی بی احترامی به پیکر کسانی که به اصطلاح مخالف جمهوری اسلامی بودن جزء کارنامه 43 ساله قبله. در خبرها میبینیم که الان به اصطلاح حتی پیکر خبرنگار متوفا رضا حقیقت نژاد خانواده‌اش اعلام کردن که چندین روزه که به اصطلاح منتظرش هستن، مشخص نیست چه اتفاقی افتاده. این میخوام نکته‌ای که مهمه که میخوام بهش توجه بکنیم این هستش که این فشار و این بحرانی که در واقع جمهوری اسلامی ایجاد میکنه در این شرایط که یه نفر فوت میکنه، تنها مجازات خانواده متوفا نیست و بلکه به نظر من تمام اقشار جامعه، اطرافیان، فامیل و حتی مردمی که به اصطلاح این رو میشنون از این موضوع رنج میبرن و این مسئله‌ایه که به اصطلاح نسل به نسل دیگه همینطور فعلا ادامه داره. اما از جهت مسئله حقوقی هم حتی اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم، بر فرض این که به اصطلاح جمهوری اسلامی بر اساس تصور رژیم که فکر میکنه کسی به اصطلاح مقصر بوده و بر ضدش عملی رو انجام داده، این مجازاتی هستش که داره تحمیل میشه به خانواده و جامعه. مجازاتی به اصطلاح فرد متوفا که دیگه از بین رفته و دیگه به اصطلاح نیست اینجا که بخواد رنج رو متحمل بشه، اما این رنج رو در واقع تحمیل میکنن به همونجوری که گفتم، نه فقط خانواده، نه فقط نزدیک که بلکه تک تک افراد جامعه ایران از این اخبار در واقع در بحران روحی به نظر من به سر میبرن. ممنونم که به روبوده شدن پیکر رضا حقیقت نژاد هم اشاره کردید، روزنامه‌نگار، که میخواستم در این باره از شما سوال بکنم. واقعا انگار که جمهوری اسلامی از پیکر بی جان مخالفان خودش هم میترسه. ولی موضوع دیگری که میخوام از شما بپرسم این هست که در میان کشته شده ها بسیاری نوجوان و کودک هستند. همین روز گذشته در زاهدان شاهد کشته شدن یک کودک 12 ساله بودیم. این نوع سرکوب جمهوری اسلامی واقعا چقدر نشون دهنده نقض حقوق انسان ها و کودکان میتونه باشه؟ صد البته که همینطوره. یعنی ببینین، حتی در مورد مسئله اینکه کسی بخواد در دفن یک انسانی همچه خللی وارد بکنه، من حتی شک دارم که در کنوانسیون های حقوق بشری این حد از رذالت بهش اشاره شده باشه. ما در کنوانسیون های حقوق بشری به اصطلاح شأن و حیثیت یک انسان زنده رو مد نظر قرار داده، از حقوق بنیادینی که به اصطلاح همه انسان ها حقشونه داشته باشن ازش صحبت شده، ولی در کنوانسیون ها حتی پیش بینی نشده که ممکنه یک رژیمی تا این اندازه بخواد بی حرمتی به پیکر یک فرد متوفا انجام بده. برای اینکه من فکر میکنم اونها وقتی که اینو می نوشتن احتمالاً فرض رو بر این گذاشتن که حکومت ها تا این حد نمیتونن رذیلانه عمل بکنن. از جانب دیگه هم این هستش که خود قوانین ایران هم به اصطلاح در این خصوص بارها اشاره شده که شأن و حیثیت هر کسی باید
مد نظر حکومت و دولت قرار بگیره. حالا به بحث‌های دینیش هم که ما وارد نمیشیم، خود رژیم خیلی واردتره در مسائل دینی، هم به اصطلاح بارها تاکید شده که همچین حد که حرمتی به پیکر متوفا برخلاف موازین اسلامی هم هست که به اصطلاح دینداران در این مورد بهتر میتونن اظهار نظر بکنن. بنابراین مسئله به اصطلاح فشاری که داره اینجا وارد میشه، صحبت من این هستش که این فشار در واقع قابل پیگیریه برای اینکه از نظر مسائل چه قوانین داخل ایران و چه مسائل حقوق بین الملل و حقوق بشری، در واقع این مجازاتی هستش که رژیم داره بر روی خانواده فردی که از دست رفته پیاده میکنه، به خصوص در مواردی که به اصطلاح ما با مرگ اشخاص زیر 18 سال روبرو هستیم. در واقع پدر مادر به عنوان سرپرست قانونی خب وارد در عمل میشن، یک اتفاق به این وحشتناکی برای فرزندشون افتاده، اما حالا باید به اصطلاح در دست به گریبان دفاع از این موضوع هم برای دفن عزیز خودشون هم باشن. پگاه بنی هاشمی حقوقدان از شیکاگو، سپاس که ما را همراهی کردید.